لحظه گوشی تو چیز نه سوختم خود داغ بود. خب برای زن نزدی؟ برای مهمونی؟ خب کاظمم اینجاست، اتفاقا سلامم میرسونه. ببخشو یه زد دستش بنده. آره فدات شم. کی؟ زرفشان؟ خب مامانش برگشته؟ خب از خارج؟ خارج شهر. نه بابا خارج از کشور. با تو نبودم. بشین؟ نه با تو نبودم فدات شم. برای آشنایی با مامانش ایناست. نه بابا خواستگاری که اصلا لزومی نداره الان تو این وضعیت. تو بالاخره پدرش مرده. حالا من دارم. بشه یه لحظه کجا میری؟ کجا دارم میرم؟ کارخونه. برای چی؟ مگه شب نمیخوام بریم مهمونی؟ چون شب میخوای بدن روزه. من رفتم. نمیری یا؟ نمیری؟ هیچ رفت. خب آره بابا نه به هم میان. نگار ما یه ذره تلخ هست ولی خب ببین خیلی خونه داره. میبینمت امشب، میبینمت قربونت دارم. خداحافظ. خداحافظ. آقا جون داره میریم خونه؟ آقا جون من که گفتم امروز این پرونده رو باید ببرم صندوق تأمین خسارت. گفتم من از محل رادشترم. این آقا جون اون بالاست این پایینه، اصلا هیچ دخلی به هم دیگه ندارن. آقا بالا پایین نداری، من اینجوری هم، من هر جا بخوام اول میام اینجا، از اینجا میرم هر جا. بله بله من نه تهران بلکه هر جای جهان بخوام برم اول میام این نقطه، از این نقطه حرکت میکنم. بله شما الان مشکل داره؟ نه بودون چه مشکل؟ تمام شد و رفتی که تازه این که چیزی نیست. من دیروز مسافر داشتم از تزریش برای گولهک. واه اول اومدم محل از محل رفتم گولهک. اگر نمیدونی بدون یک بنی بشر یک آدمم با من کار نداشت. شما الان مشکلی داری؟ چه مشکلی آقا جون؟ اون بنده خدا باید مشکل داشته باشه که نداشته. من چه مشکلی باید داشته باشه؟ ای مهری چرا آقا جون؟ برو عقب. آقا جون من که حرفی نزدم آقا جون. با تو کار ندارم، برو عقب، رو حرف من حرف نزن. آقا پس نگردار آقا جون. دارم نگر میدارم دیگه. دارم نگر میدارم. نگردار آقا جون نگردار. برو پایین. ای داده بر برو پایین. سلام مادر. سلام مادر. چی شده؟ خدا بگم ازشون نگذری. کی بلا سر آورده؟ خب شکسته مادر. وای 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 خدا ازشون نگذره. خدا الهی بگم چیکارش کنم؟ کردم مادر که لعنت بر خودم. ببین سر گل پسر من چی اومده مادر؟ من خودم کردم مادر. یعنی چی خودم کردم؟ نمیدونم حالا. خوبی؟ کمره دست همه جا خوبه. سر مادر خوبی؟ همه جا خوبه. همش خوبه. آره شما رو که میبینم که مثلا همیشه خدا رو شکر. پس برو بالا من دو کلم باهات حرف دارم. باشه. آقا مواظبش باش. باش چک. برو بالا. باشه آقا جون دست درد نکنه. حرف نزن. چشمم. صد دفعه گفتم رو حرف من حرف نزن. حرف بزرگتر حرف نزن. کلا حرف نزن. حالا چی شد فهمیدی معتاده؟ از من اکنون طمع صبر و دل و هوش مدار. کان تحمل که تو دیدی همه برباد آمد. چی بگم؟ حالا چی شد موتورش چی کار کرده؟ والا میگه موتورمو دادم به دوستام. ولی شما نگران نباش. من از کاراش سر در میارم. حالا میشناسی دوستاشو؟ میدونی کیان؟ خانم من دوستای خودم هم نمیشناسم. دوست به درد بخور نداری که. همه دوستاش از همین معمولیان. اون دوست به درد بخورشون یه نفر بود که از کارخانه زنگ زد رحمانی. خب. فقط اون خوبه، بقیه‌اش به درد نمیاد. آها خب خدا رو شکر شماره اونو دارم. یه تماسی باش بگیرم بگم بیشتر باش رفاقت کنه، هواشو بیشتر داشته باشه. آره. آره. بهش بگو دشمن دانا زمینت میزند، بر زمینت میزند نادان دوست. واه. بگو. اینکه دوتاش یکی شد که بر زمینت میزنن چی؟ خانم من میدونم که دشمن دانا بلندت میکند، بر زمینت میزند نادان دوست، ولی الان دوست و دشمن معلوم نیست. اینی میخواستم بگم. اینجا پیاده میشی؟ آره آره دست درد نکنه. واشتا بذار بزنم به خواستم. ببین عباس آقا جان. حواست باشه چارچشین بچه رو میپایی. چش. ببین سفارش نکنم دیگه. چش باشه حواسم هست. چارچشی میپایی. چش. من دوتا چش بیشتر ندارم ولی چش. آ دست درد نکنه بذار کنار من پیاده بشه. اون وقت میگن زنها دیر حاضر میشن. خب زود باش دیگه خسته شدم چیکار میکنی؟ خب بذار من باید تیپ بزنم شما یه نگاه به این انداز حالشو ببر.
بابک جان چه خریدی افتاد در این که مردونه است که بابا خواهی زنانه باشه بر خودم گرفتم دیگه بگی بابا بگی قشنگه اما به دست تو نمیاد من کجا بردی؟ بابا این میدونی مال کجاست یکی از تاپترین جواهری های تهران مال رفیقمه گرونه تو آخه به قیافت میاد که رفیق تاپ داشته باشی؟ شمسشون تو چرا من دست کم میگیری؟ بابا روزی 30 تا این کله گنده تر به من سلام میکنن خیلی خوب زود باش بیا بریم بریم دیگه بریم رفتیم فقط یه دو تا مطلب رو من بهت بگم اونجا یه وقت سوتی ندی نگاه کن یکی این که دیگه خواهش میکنم همین که دیدی یخ جمع وا شده خیلی زیر پوستی تو داری حرف زدن یاد من میدی مثل که من حرف زدن یاد تو دادم خودم میدونم کجا چه موقعی جریان پیش بکشم ولی من موندم حیرون تو چرا انقدر عجله داری همین امشب حتما باید امشب بریم خواستگاری چرا؟ تو چرا انقدر عجله داری بدونی؟ بابا باید میگم حتما یه دلیلی داره دیگه یکی این حواست باشه که یه جوری بگی انگار که مثلا یوهو یادت اومده حرفش افتاده دو یه وقت نگه چیز بودی یا نه میگم یه وقت اشتباه نکنی من گفتم مادرم خارج از کشور بوده یه وقت بحث زندون رو پیش نکشی دو این که گفتم سنگال بودی سنگال؟ آره دیگه سنگال هم جاست آقا چه میدونم یه اون نایت خانم پرسید منم هول شدم گفتم سنگال حالا بهتر دیگه کی سنگال رفته بریم جمشید اولنگی که این مرد که ما نفهمیدیم چی شد؟ یاد آقا جونم افتادم بابا مرگ خبر نمی کنه تو این موقعیت تو منو برشه آورده خواستگاری؟ بابا ما برای خواستگاری نایمدیم که مثلا ما اومدیم برای عرض تسلیت وسط ها فرصت شد تو لایی بنداز چی رو بندازم؟ بابا میگم شما تسلیت تو بگو گریه زاری تو بکن غم و غصه تو بخور تا فرصت تو خلاصه دین و وسط مسط ها لایی بنداز بگو بنداز بره دیگه بنداز داره بردی بیا بریم ببینم چیکار کنم همینه؟ علاز ظاهر که همین آقا جون بله دیگه همین آقا جون همین آره. یعنی اینجا خسارت پای شما رو همه رو میدن آقا جون گفتم که تو تصادفایی که مقصر میذاره در میره اینا خسارت رو میدن بعد طرف که پیدا شد ازش میگیرن علی خدا وکیل آقا جون دست آقا ظرفشان درد نکنه خیلی کمک کرد من بتونم این خسارت از صندوق بگیرم خیلی کمک کرد دستش درد نکنه آقا جون باعث من برم فیلم حسن جونم آقا جون سرم جونم آقا جون با من دروغ نگو چرا دروغ بگو؟ حرف نزن چشم. رو حرف من حرف نزن رو حرف بزرگتر حرف نزن اصلا کلن حرف نزن چشم بگو چشم ببین پسرم همیشه گفتم آدم باشی بله همیشه گفتم ببین اگر میخوای دزدی بکنی بکن اگر میخوای قاچاق فروشی بکنی بکن اگر میخوای معتاد باشی باش اگر میخوای ماتری منی بدبخت و جعلی سند کنی به اسم خودت بفروشی بفروش اما سی آدم باش چشم. ببین آدم چه حرفی اما آدم بودن خیلی حرفی خیلی حرف آقا جون بله خیلی حرف اینجا رای در رو نداره چی بذاری فرار کنی راستشی بگو فکر نمی کنم ولی آقا جون برای چون من باید در برم میخوام برم توی مدارکو بدم چند تا امضا رو انجام بدم بیام دیگه آقا جون برای چی در برم اونا هم پولتو میدن الان که نه ولی میدن آقا جون میدن بله آقا جون میدن خیلی خوب
از الان 3 دقیقه وقت داری، مثل شستیر میری، من اینجا نشستم برمیگردی. آقا جون ببخشید من نظر میدم، ولی این 2 دقیقه است. خب 1 دقیقهش رفتی که بجم. بله اون چشم. زود باش. ببخشید. اخ زرت خوب. وای هنوز عادت نکردم به این قصه. آقا جون ببخشید پای میخوری درد میکنه. مرا دردی ایستن درده که گرگویم زبان سوزد، اگر پنهان کنم ترسم که مغزی استخوان سوزد. آی الله ازین کمیده توکل سنه. بچرخون حسین، بچرخونش بچرخونش، من درد رو نمیتونم بهت بگم. بچرخون پسر، بچرخون بچرخون تا یه اندازه داره، فقط بچرخون. تو آقا سلام، خسته نباش. بالا میری یا پایین؟ مگه این پایین ترم میره؟ آسانسور فعلا خرابه، فقط رو به پایین میره، بالا نمیره. بله، من الان چیکار باید بکنم؟ راه پله. راه پله. حسین بچرخو پسر، بچرخو بچرخو. خدا رو شکر راه پله هست. بچرخو پسر، درده نمیدونم چجوری برم الان. چجوری برم الان؟ بالا 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 بچرخو، بالا بالا خوبه پسر. آره بچرخ، من بهت میگم دیگه ادام، تو کارت انجام بده. بجم دایره قسمت ما نقطه تسلیمی، لطفاً چه تو اندیشی حکمان چه تو فرمایی، هرچی شما بگید. قربانی دست شما درد نکنه. خواهش میکنم، کارمو جلو انداختی. برو به سلامت. آقا قربونتون برم، پس من منتظر باشم دیگه. بله بله منتظر باشم. به آقا ظرفشان خیلی سلام برسونید. سلام قربونتون برم. قربونتون برم. حسین بفرست مردم منتظرن. حسین به به به، آقا خسته نباش. کارم جلو افتاد، الان خوشحالم. میدونم پایین میره، بالا نمیره. اونی که درست کردیم خلاص. خلاص. الان بالا میاد ولی پایین نمیره. راه پله اونوره. این آسانسور همیشه خرابه؟ سالی یه مرد تعمیر داره. سالی یه دفعه. اونم الان. خیلی عالی، دست شما درد نکنه. حسین بجم. خدا شکر. حسین مردم منتظرن و بجم. باز خوب سرپایینی، خلاص کنم خودش میره. بله. جوانای امروز متاسفانه به این چیزهای کوچیک اهمیت نمیدن. Excellent. بله، جوانای امروزی به چیزای بزرگ اهمیت میدن. شروع کن سری، فرصت به شما لایی بگو. چی میگی شما؟ من داشتم تایید میکردم فرمایش شما رو. عرض میکنم که واقعا خیلی اتفاق بدیه که جوانا فقط به چیزهای خیلی بزرگ مثل ماشین، شرکت، کارخونه، فقط به اینا اهمیت میدن. اینا که خوشبختی نمیاره عزیز من. کارخونه، ماشین، خونه، بله. شرکت، اینا که خوشبختی نمیاره که. براو. خوشبختی توی ذات آدم باید باشه. به 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 به، من اینو کاش یه جایی یادداشت میکردم. خودکار نمیدی؟ خیلی زیباست، خیلی زیباست. آقای اولنگی، من یه جیاد داشت کنم. آقای اولنگی بعد آتش سوزی فوت کرد یا قبل آتش سوزی؟ مادر جان، با یادآوری خاطرات تلخ خاطرشون مکدر میشن. مهم اینه که ایشون در بین ما نیستن. همینه دیگه، شاعر میگه که میرن آدم ها از اونا فقط خاطراتی به جان. یعنی فقط خاطره میمونه که خدا رو شکر خاطرات آقای اولنگی خیلی شیرینه. بله، اون خدا بیامرز تو همون حادثه آتش سوزی معروف شده. هر
خونه؟ بله بله مادر، من جسارتاً دیدم شما خیلی حساسی، گفتم خب چرا خاطرتون مکدر؟ بهتون نگفتم به خاطر حساسیتتون. چرا اینقدر داد میزنی شما؟ من عرض کردم یه ذره ولوم صدام عذرخواهی میکنم. پسرم هی میپری وسط حرف ما، خب بذار حرفشو بزنه. I'm sorry. پس این آتش سوزی تلفات جانی هم داشته؟ خفگی؟ خفگی؟ علت مرگو میگن خانمو، میگن مرحوم اولنگی چجوری فوت شدن؟ خفه شدن یا سوختن؟ یعنی خفه یا سوختن، آتیش گرفتن، چی بوده؟ نمیدونم، اول سوختن بعد خفه شدن یا خفه شدن بعد سوختن، در هر حال فوت کردن. فوت دیگه. شدن مادر جان، مهم اینه که الان نیستن، پرواز کردن، نداریمشون، بین ما نیستن. واقعا من بهتون تسلیت میگم، از صمیم قلبم بهتون تسلیت میگم، خیلی ضایعه بزرگه. خانمو ببخشید، نگار خانم تشریف نمیارن؟ شما اون خودکاره به من بده. ساری کمال خودم. ایشونم میاد، شما دهنتون رو شیرین کنید، ایشونم میاد. Thank you. پس تلفات هم داشته. موضوع زن براتون خفگی سیب بخونیم، فشارتون نرفته بودر. قرارمون این بود. چی؟ باز که دماغی بخ کرده نشستی. اولندش که اینا واسه خواستگاری هستن نیومدن. دومن تو چرا هر چیزی رو به خودت میگیری؟ سومن عجب رنگی داره. پس اون سبد گله چی بود عمه؟ بده به من، مگه هر کی سبد گل دستش گرفت خواستگاره؟ شاید بعد از اینجا میخواد بره سر قبر عمادش. بعدشم مثل که تو همچین بدت هم نیومده. عمه شروع نکن دوباره، میدونی اصلا از این حرف خوشم نمیاد. بی منو بزن. نه بی منو بخور. تو فکر کردی ما هم تو سیاه شده از تنور در اومدیم؟ نه عزیز من، ما قبلا زغال فروش بودیم. عمه جونم اصلا بر فرض محال یه درصد همون که شما میگی درست. بابا من هنوز چهله بابام نشده. ذلیل شده. دیدی من میگم تو دلت گیره بعد بگی نه. باش میذاریم بعد از همون چهلومه جمشیر. چرا حرف تو دهن من میذاری؟ همه من اصلا منظورم این نبود. پس منظور چی بود؟ بلند شو بیا پایین، تنها نشستن زشته، بد، عیبه. باز که نشستی که میگم اصلا یه کاری میکنیم، میریم اتاق مادرت، یه دو دست لباس خوشگلشو قشنگ میپوشیم، تیپ میزنیم میریم پایین. به خدا عمه، من اگه که رو جنازه مرد چی بذارم دست به اتاق مامانم بزنی؟ خیلی خوب، بذار رد بشم دیگه. عرو جنازه من؟ رد بشم الان غذام طعم میگیره، سوپم میسوزه. اینقدر در قید بند مادیات نباش. مال دوست، دنیا پرست، سرخاب سفیداب قاب زن. پسرم برو عزیز، بچه بیم. سارا جان، بابا بچه ها رو ببر داخل، من با مادر یه صحبتی دارم. بد میگه. احسنت، بفرمایید شما. چی شده؟ احسنت، چیزی نشده. نه بگو، یه چیزی هست. چیه؟ بگو، طاقتشو دارم. ببین خانم، من یه چیزی میخواستم بگم که جلو بچه ها نمیخواستم مطرح کنم. این نکته ای رو که عرض میکنم خانم، اینا بی هیچ ادله ای از بنده قبول کنید. رفتیم داخل میهمانی، این پسر زرفشان و مادرش رو تحویل نگیرید. با خدا مرگم بده. چرا؟
البته شما میگی چشم، ولی احسنت احسنت. پس رفتیم داخل، خیلی به نگار در مورد خواستگاری و اینها اصرار نکنید. نمیخوام شما و ناهید خانم این بچه رو بدبختش کنید بره. مگه ما دیوونه ای؟ من هیچ وقت این کار نمیخوام. احسنت، شما میگی تمام. پس بریم. بفرمایید بکشین، تمام این اختباش ها برای شماست، چیزی باقی نمید. بفرمایید. مام بیا. خدا بیا آمرز جمشید جان رو که سفرش همیشه برقرار. خدا بیا آمرز. البته تنها یادگارش دختر عزیزش اینجا هست. و چه شایسته. و محشید. و بایسته. دستتون درد نکنه، عالی شده. جان بی نظیره. به 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 سوپش که واقعا لذیذه. دوست داشتین سوپو؟ خیلی خیلی. عمه محشیدم زحمت کشیدم. نمکه شد که تو چشید. واقعا دستتون درد نکنه. یه شعر یادم اومد، فرزند ادب باش که تا عمو جان یادشون بیاد یک صلواتی بفرستیم به یاد جمشید خدا بیامرز روحش شاد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. فرزند پدر باش که خانمو جان، حالا یا پدر یا پسر، بالاخره از یه خانواده هستن. بگذاریم. خیلی ولی زیبا بود. بفرم. آقا بابا گفتن شمسی خانم تو کار تجارت و بیزینس و اینجور چیزا هستن. و بیزینس چی میکنین شما؟ بله، ما کار واردات و صادرات و ارز و کالا و اینجور کارا. چقدر عالی، چقدر فضا عالی شده. جدا؟ جدا؟ خیلی ماهی که کار نگار خانمه دیگه. گفتم خدمتون همه رو عمه جونم زحمت کشیدن. ای وای، همه رو واقعا دستون درد نکنه. مگهشو اینم تو چشیدی؟ خیلی خیلی خوشمزه است. ماهی خوردی؟ جان مایی؟ بله، همه رو بر پچه ها گذاشتم. صحبت ها و نیمه کارمون فهمیدید که ماداگاسکار بودید، درسته؟ بله بله. ماداگاسکار؟ من گفتم ماداگاسکار؟ بله بله. شما گفتید ماداگاسکار؟ نه، آقا بابا گفتن سنگاپور. من گفتم سنگاپور. نه نه، ناهید به من زنگ زد گفت سریلانکا. آقا اصلا من از گفتم سریلانکا. بابا اون روز گفتی. بله، من ببخشید، من واقعا این سنگال و سریلانکا و ماداگاسکار رو همیشه من قاطی میکنم، مثل بیرجند و بروجر و بجنور. بجنور اصلا. خیلی ازتون ممنونم نگار خانم. آره من این ستا رو قاطی میکنم. بله بله، شبیه هم. پس فهمیدید که بجنور؟ نه بابا جون، سریلانکا. سریلانکا. احسنت، سریلانکا تشریف داشتی. نه خیلی، اونجاشون آب و هواش به مزاج من سازگار نبود، موف کردم رفتم بنگلادش. بنگلادش؟ به تو نگفته بودم. آره مامان، باور بفرم جلی شما میفهمم این سریلانکا نبوده، یه مدت رفتم و دلیلش هم بنگلادش برای چی؟ ولی به نظر من، به نظر من اصلا مهم نیست آدم کجا زندگی کنه. مهم اینه که آدم بذاره حالش خوب باشه، یه جایی باشه تنفس کنه، یا آب و هوای خوب باشه، بتونه یکم زندگی کنه. بنگلادش هم بسیار جای زیباییه. بنده کنه و کف دستم بنگلادش رو بلدم. واقعا؟ جنوب شرقی بنگلادش کجاست بابا؟ بابا جان همون جنوب شرقیشه دیگه پسرم. حالا ببینم شما رادشاهی بوده یا رنگاپور؟ همون دومش چه رنگا چه؟ راجکاپور. رنگاپور؟ نه رنگاپور که یه اونفشه هندیه. نه دیگه اون که راجکاپوره که اونفشه. نه راجکاپور یه بخشی از باطلاق. میبینید خانم، و مشخصه که ایشون خیلی هم اهل سینما هستن. 50-50 دیگه، پارک سینما، پارک سینما. اتفاقا آخرین کتابی که پدر مرحومتون در باب سینما به امداد بر مطالعه، تا اگه اشتباه نکنم، خدا یه لحظه خالی از ذهن شدم، تمدن سینما. بله متوجه. آقا بابا قضاتون داره در میفته. بفرمایید. بفرمایید.
جسارتا شما سیلهت هم رفتید مزاره چایش اینه او شمال بیمونه. نه من اونجا وقت نکردم برم، کار داشتم آخه. کار داشتن بیکار که نبودن. شما زبان بنگالی رو هم آشنایی داری؟ نه خیر، من مترجم داشتم اونجا. غذاتونو بخور. اجازه بدین شما ایشالله من کارخونه رو که راه انداختم اصلا جمعیان همین جمع رو برمیداری میبریم هر جایی که دوست داشتم بنگلاده ای سر بخور. شامتون از دهن داره میفته، بفرم. نه بله شام رو بخوریم که دیگه بعدش ایشالله بریم سر اصل مطلب. راجا نهاری غذا تو بخور. معناش به زبان بنگالی راجا نهاری یا نهاری. شما خودتون معنیشو میدونی؟ نه بنده متعجب دارم اونجا. مزاح کردم. حالا این بار که خواستید تشریف ببرید بگید به دوستان در سفارت میگم که هوای شما رو داشته باشن. همه جا آشنا داره. ممنون. خیلی از شما ممنونم. یادم اومد میگه فرزند ادب باش نه فرزند پدر. بقیهش اینه که میگه زیرا که ادب زنده کند نام پدر. همین میخواستم بگم. همین. آفرین بارکالله ماشالله. صلوات سوم رو بلندتر خط کن. اللهم صل علی محمد. سه، دو، یک، حرف نزن. هی رو حرف من حرف میزنی. چی میخواستم بگم؟ من آخه ده با کار، از اینجا بریم. من تو میگم سه با من جب رنگی داره بیدم. بله سریلاقه داشت بودشتی؟ بله سریلاقه. نه خیلی سریلاقه اسمم سینما هست. بله من و مادرم خیلی جمعه و پنجشنبه و سینما میریم. خانم و ایشون اهل سینما هم هستن. باور کن من اصلا حس میکنم سر اینکه من اصلا نمیتونم زندگی کنم. احسن بفرمایید غذاتون هم در نکنید. بفرمایید برای غذاتون رو بخورید حالا که انشاءالله بریم سر اصل مطلب. این آشنا داره. نه برای شما آشنا.